تجمع‌های اعتراضی در تهران، کرج و تبریز. کیهان، مرکزیت اینستکس در فرانسه است، کشوری که رسماً مجاهدین در آن کشور حضور دارند. استقبال مایک پومپئو از نامگذاری تروریستی حزب الله لبنان توسط کوزوو. با سلام خدمت شما بینندگان عزیز سیمای آزادی، توجهتون رو به خبرهای این ساعت در یک نگاه جلب میکنم. جمعی از رانندگان وانتبار در تهران در اعتراض به بالا بودن هزینه ورود به طرح ترافیک مقابل شورای قلابی شهر تهران تجمع کردند. در کرج غارت شدگان شرکت آذین خودرو در اعتراض به بی‌توجهی به مطالباتشان توسط سازمان صنعت معدن و تجارت البرز در مصلای کرج تجمع کردند. در تبریز دستفروشان روز یکشنبه در اعتراض به ممنوعیت کسب و کار در محوطه بازار تاریخی تبریز مقابل فرمانداری رژیم تجمع کردند. تخت روانچی نماینده دائم رژیم ایران در سازمان ملل متحد به بی‌خاصیت بودن اینستکس اعتراف کرد و آن را همچون ماشینی بسیار زیبا اما بدون بنزین توصیف کرد. به گفت شخصا معتقدم که اینستکس در وضعیت فعلی کافی نیست. این سازوکار بدون پول همچون ماشین بسیار زیبای بدون بنزین است. و یفسود آمریکایی ها سیاستی را به نام سیاست فشار حداکثری بر ایران طراحی کردند. برخی از مقام های آمریکا به دنبال تغییر رژیم در ایران هستند و هدف سیاست فشار حداکثری آنها هم همین است. پاسدار شریعت‌مداری گرداننده روزنامه کیهان طی مقاله در این ورق پاره اینستکس را تحقیرآمیز خواند و از آخون روحانی خواست آن را نپذیرد. در قسمتی از این مقاله آمده است: مرکزیت اینستکس در فرانسه است، کشوری که رسما مجاهدین در آن کشور حضور دارند. حسابرسی اینستکس نیز بر عهده انگلیس است، کشوری که به گفته ظریف اجازه گشایش یک حساب بانکی را به ایران نداده و نمی‌دهد. این منبع افسود حالا باید پرسید که با اجرای شدن اینستکس آیا بانک‌های اروپایی تحریم‌های تجاری ایران را لغو خواهند کرد؟ اینستکس به این سوال هم پاسخ منفی می‌دهد. وال استریت ژورنال نوشت دونالد ترامپ هشدار داد اگر رژیم ایران تهدید خود در مورد افزایش غنی‌سازی اورانیوم را عملی کند، دست به اقدام تلافی‌جویانه می‌زند. وی گفت: من فقط می‌توانم بگویم شما خواهید دید. ما نمیتوانیم اجازه دهیم رژیم ایران سلاح اتمی داشته باشد. همین، نمیتواند این کار را انجام دهد. وال استریت ژورنال افزود اروپا حتی اگر رژیم تهران تهدید خود را عملی کند، هیچ طرحی فوری برای پیروی از آمریکا و اعمال تحریم‌ها علیه رژیم ایران ندارد. مایک پومپئو گفت آمریکا از نامگذاری حزب الله به عنوان یک سازمان تروریستی توسط کوزوو استقبال می‌کند. حزب الله با حمایت رژیم ایران به برنامه‌ریزی حملات در اروپا و سراسر جهان ادامه می‌دهد. ما از دیگران می‌خواهیم تا به کوزوو بپیوندند و این گروه تروریستی را در تأمین مالی عملیات‌های خونینش متوقف کنند. ائتلاف رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن گفت دو هواپیمای بدون سرنشین شبه نظامیان حوثی که مناطق جنوبی این کشور را هدف قرار داده بودند رهگیری کرده است. شبه نظامیان حوثی متحد رژیم ایران مدعی شده بودند به فرودگاه ابهای عربستان سعودی حمله کردند. ممنون از توجهتون به خبرهای این ساعت. خدا نگهدار.